بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما در ادامه بخش مینوی پیج لیاوت است. میایم در داکومنت ورد، و بعد از این پیج لیاوت مرجنز چی ما باشم آجه برش کستم مرجن بگوییم و چی برش از اینجا زود طریق میگنیم. پیج ستاب بالاش کلک میکنیم و قبلا تا پیپر را خونده بودیم آل بین در قسمت لیاوت. لیاوت یعنی شکل. میایم در قدم نخست از لاین نمبر شروع میکنیم. لاین نمبر وظیفه ای است که ما هر بار خواسته باشیم در مجموع امی لاین نکنشته میکنیم نمبر داشته باشه. در این صورت ما میتونیم از لاین نمبر استفاده کنیم. مثلا میگم هر لاین ما نمبر داشته باشه. مثلا در بعضی کتاب ها دیده باشین لاین هایی که مثلا فهرست در صفحه اول که اساس شماره پیش رفته یا مثلا یک اب لاین. به این صورت ما میتونیم که از طریق پیج ستاب لاین نمبر خود را تطبیق کنیم. میایم در قسمت پیج ستاب لی اوت لاین نمبر اد لاین نمبر اوکی و بعدا اوکی. فعلا سعی کنین چون از اینکه ما دو لاین انتر کردیم شماره اول شماره دوم پس دومی شکل هر اوتلاین را یا هر متن را نشان میکنیم انتر کنیم اتومات خودش نمبر گرفته میشه. و اگر مثلا بیایم بخوایم که در قسمت پیج ستاب لاین نمبر اینجا ما داریم استارتد از چند شروع شده. مثلا فعلا از یک شروع شده. اگر ایچه بیاییم پیج لی اوت فعلا از یک شروع شده. جای ضرورت میشه ما میخواییم که شروع لاین نمبر از دو یا سه شده. مثلا پس در این صورت ما شما میاییم در قسمت پیج ستاب و بعد از این لاین نمبر. اینجا ما شما متوجه هستیم که شروع لاین ما از یک است. حالا میگم استارت شروعش هر شماره را که درج کردیم میگم شروعش از دو شده. اوکی اوکی اول شمارش شروع ما از دو سکر و بعد از این پیج ستاب لاین نمبر فرام تکس فاصله می خواهیم. اگر پس بخواهیم از یک شروع شود استارتت هم میتونین وان قرار بدیم. فرام تکس به این مانو که ما می خواهیم فاصله بین تکس و متن چقدر باشه. این فاصله که بین نمبر و متن است فعلا به این شکل قرار داره. حالا ما میخواییم فاصلهش بیشتر بسازم پس پیج ستاب لاین نمبر میگم فاصله بین نمبر و تکس یک اینچ باشه. اوکی اوکی. چرا فعلا نمبر ها در اینجا ظاهر نمیشه؟ به خاطر از این نمیشه ظاهر که آشی صفحه ما یک اینچ است. پس میایم در قسمت مرجنز میگیم مثلا از طرف left right دو اینج باشه از top and bottom یک اینج از left right دو اینج که می کلک کنیم باز در این صورت چون از آشی صفحه ما دو اینج قرار گرفت و در یک اینجیش آشی صفحه قبلا خورد بود و او پنهان شده بود در آشی صفحه. فعلا فاصله که بین نمبر و تکس هست یک اینج قرار بود. اگر بخواین پس به شکل سندرد قرار بدینش میتونین در قسمت پیج ستاب لاین نمبر میتونین نمی رقم کمتر و یا زیادتر آتو استانداردش هست. اوکی اوکی پس به شکل استاندارد قرار گرفت. میتونین مرجنس هم از چهار اطراف یک یک اینچ بگیرید. بعد از این پیج ستاب لاین نمبر کاونت بای میخواییم شماره مثلا تاپ نمبر نداشته باشه شماره جفت نمبر داشته باشه. کاونت بای بگیم دو. اوکی فعلا یک دو سه به این شکل پیش رفت. حالا کاونت بای دو انتخاب کنم. اوکی اوکی سعی کنیم شماره یک نیست شماره دو باز در حساب آمده. باز لاین که شماره سه است یعنی تاپ نمبر نبوده در حساب آمده اما شماره برشد. این بخاطر یک نظم استفاده میشه. باز شماره جفت که چهار است نمبر دادهش پنج باز نمبر نداد اما در حساب آمده. بخواهیم پس ظاهر شدن لاین نمبر میتونیم یک قرار بدیم. اوکی پس در مجموعش عدادش ظاهر شد
line number بعدی restart each page. یعنی در هر صفحه باید از نمبر از ابتداش باشم. ای آپشن اگر چک باشم. فعلا مثلا مجموعه در صفحه اول دو موار اکسل روشن میکنیم. فعلا صفحه اول است. ختم صفحه اول 25 و شروع صفحه دوم پس از یک شروع شد. اگر بخوایم ادامه وار پیش برم 26 بایت از در صفحه دوم باشم. لاین نمبر چون از اینکه قبلا ریستار هیچ پیش بود آل برش میگیم ریستار نگاشیم سکشن هنوز نخوانیم به می ردیف از سکشن میخوانیم. اگر در هر سکشن بگیم ریستار شود اگر بگیم کنتینیوز در صفحه ادامه وار پیش میره. اوکی 25 26. اگر از صفحه دوم ما بگذاریم صفحه دوم 50 صفحه سیون 51. اگر در هر صفحه از ابتدا شروع شود پس میتونیم ریستارت ایچ پیج در هر صفحه از یک شروع شود. اینجا ما شما میخوانیم سکشن. وظیفه سکشن باز ای است که ما در می ردیف ترس خود بفهمیم. باز اگر بخواییم در هر سکشن ریستار چه و نمبر از جا می دانید ریستار ایت سکشن انتخاب می. اگر بخواییم که مثلا در یک متن به نمی شکل نمبر است نمبر نباشن می تانید لائن نمبر پس اد لائن نمبر انچک می کنید. اوکی و بعد از این مثلا ما شما در اینجا داریم یک متن مثل یک انوان مثل تابل along مزار می خواهیم عنوان ها در حساب نبره یعنی نمبر برش داده نشه. چطور می تونیم که ما الان بگیم عنوان مثل کابل مثل بغلان مثل مزار عنوان نداشته باشه نمبر نداشته باشه؟ اولا سلکت میکنیم جایی که میخواییم کنترول افشار میگیریم جایی که میخواییم نمبر نداشته باشه سلکتش میکنیم کنترول از کیبورد فشار گرفته میشه. بعد از این باید در قسمت هوم و پاراگراف در قسمت پاراگراف باید ایجا داریم لائن اند پیج ایجا برش میگیم سپرس لائن نمبر صورت که را چک کنیم که این بگیم اوکی کابل هم نمبر نداد برمان هم و مزارم اما ادامهش پیش رفته 4 5 6 با زفت مد نشسته مد نگه رابطه با برمان است خود انوانه را در حساب مد بخواییم لائن نمبر در مجموع را باشم میتونیم که بین در قسمت پیج لی اوت پیج ست اپ لائن نمبر ویدن انجام میکنیم. اوکی بعد از این پیج ست اپ اگر بخواییم که نمبر مثلا هول داکومنت بالای تمام داکومنت دیک میشه میتونه اگر بخواین از صفحه دوم سیم صورت بگیره دس پوینت فارورد مثلا میخواین که نمبر از صفحه چهارم صورت بگیره به صفحه چهارم کارسر میگذارین که ما شما قبلا در مرجع هم خوانده بودیم به این شکل بالای تمام داکومنت یا دس پوینت فارورد میتونین تطبیق بدین. باردر ما شما قبلا خوانده بودیم باردر پیج باردر و شیدینگ وظیفیش چی است در قسمت منوی هم خوانده بودیم و بعد از این میایم در قسمت پیج ستاپ دفالت هم وظیفه هی است هر یکی چیزایی مثلا میخواییم همیشه لائن نمبر باشه ولی فعلا خنیستم برای دائمی باشه مثلا که در قسمت امرجنس من مثال داده بودم میتونین دفالت یک چیز را استاندارد منتخاب خودتان قرار بدن. بعد از این ورتیکال الائنمنت وظیفه ورتیکال الائنمنت چی است؟ مثلا ما یک متن داشته میکنیم مثل که در بعض جایا در بعض از شاپان و شنس اوپن یا کلوز سعی کنین اگر ما این را پرینت پرویو کنیم فعلا در کجا قرار داره؟ به طرف چپ قرار داره میخواییم در وسط قرار بگیریم پس اینجا ما میتونیم برش بگیم سنتر کلکش میکنیم این که از هوریزونتال است حال پرینت پرویو در سنتر آمده ما از طرف چپ براز میخواییم از طرف بالا و پایان ایجا دستان تر بیم بازده ای صورت پیج ست اپ آلا میگیم ورتیکال الائنمنت آلا از ورتیکال دستان تر بیرش این آلا که اوکی کنیم پرینت پریویو
از تاپ و باتم در سنتر هم. باز اگر بخواییم پس از هوم یعنی هوریزنتالش از طرف لفت باشن، باز هم پرین پرویو کنیم اما تاپ باتم یعنی ورتیکال هست در سنتر قرار بود. یا با میشکل اگر بیاییم در قسمت پیج لی اوت این ورتیکال الائنمنت هست، میتونیم بگوییم از باتم شروع شد. یا قسمی که ما جسیفای از هوریزونتال خوانده بودیم دو طرف متن به یک لیول ست میشه، این ورتیکالش هستن. حالا اگر بگویم باتم از قسمت پایان متنتون به طرف بالا تایپ میشه. پس میتونیم ورتیکال الائنمنت تاپ بگیریم. اوکی، فعلا قسمت تاپ قرار دارن. بعد از اینجا داریم فرام ایج. وظیفه از اینجا هست هیدر اند فوتر. اولا ما هیدر اند فوتر درج کنیم با بعد از این میایم در قسمت انزر. اینجا ما داریم چی هیدر و یا چی فوتر. فعلا یک هیدر درج میکنم. مثلا این هیدر هست. افغانیتی نیستی میاییم در اینجا یک فوتر هم درش میکنیم. یک فوتر هم اینجا درش میکنیم تایپ تکست. اینا رو سعی کنید اگر ما اینو فعلا پرینت پریویو کنیم این هیدر و یا فوتر، میخواییم حالا فاصله از اینا زیادتر بسازم از هیدرم و از فوترم. از آشی صفحه مویره شده فاصله میدیم. میاییم در قسمت پیج لی اوت، پیج ست اپ، لی اوت، هیدر. استانداردش نیم اینجا است. حالا میگم باشه دو اینچ هیدر فاصله باشه، باشه دو اینچ هم فوتر. مجدد که اوکی کنیم پرینت پریویو. دو اینچ از طرف بالا، دو اینچ از طرف پایان فاصله اینجا شد. اگر بخواییم کمتر و یا زیادتر میتونیم از طریق پیج ست اپ عملا انجام بدیم. آتو یعنی به شکل استانداردش یا 0.5 0.5 0.5 استانداردش نیم اینجاست. میتونین از یه کمتر قرار بدیم. بعد از این پیج ست اپ ایچه داریم different first page different odd and even page. ایچه دست هیدرز اند فوترز. امیار ما در مجموع در کجا خواندیم different first page و odd page. در صورت که ما هیدر اند فوتر داشته باشیم میتونیم در انزر ایدت کنیم. بعد از اونجا داریم different first page different odd and even page. یا هم امو پوزیشن که هیدر اند فوتر این شارکت شد جای استانداردش در قسمت پیش ستب قرار پیشتر فاصله رکمه خانه ایمان مزجه میتونیم تغییر بتیم و هم از طریق پیش ستب. یا هم different first and odd and even page که ما شما قبلا این را لکچر رو بودیم. بعد از این میایم در قسمت page setup. اینجا ما داریم section direction left to right از طرف چپ به راست متن انگلیسی و از طرف راست به چپ متن دری درج میشه. و section star continues new column new page if and out page. اینجا section star دسته اینمی موضوعات با اپشن های بیشترش. اینجا ما داریم section page, column, text, next page, continues, even page و out page. کنال مشمایی مورد مطالعه قرار میدیم. شارکتش در قسمت پیج ستاب قرار میدیم. بعد از این ای بود وظیفه پیج ستاب. تماما همین چیزایی که مشما در پیج ستاب در پیپر مرجن قرار داریم یکی از شارکتایش در اینجا قرار داریم. مثل اورینتیشن، پورتریت و لندسکیپ مشما در پیج ستاب هم خوانده بودیم و در اینجا شارکتش هستن. در قسمت پیپر در پیج ستاب خوانده بودیم سایز های صفحه A4 مثلا A5 این سایز ها رو ما شما خوانده بودیم. و همچنان میاییم در قسمت کالم. حالا بفهمیم وظیفه کالم در اینجا چی هست. فعلا سعی کنیم ما یک تکست نشته میکنیم. این فعلا در یک کالم هست. میخواییم مثل اخبار رو در دو کالم نشته کنم. فعلا ما شما خطکش متوجه شویم یک کالم است. میاییم در قسمت پیج لی اوت. بعد از اینجا ما داریم کالمز. بالای کالمز کلیک میکنیم.
خود کالم یعنی بخش یعنی جدا می سازه. چی تو 3 left right چی از انتخاب کنیم؟ دو کالم باشه، سه کالم، چی از بگوی مور کالم است. امی 2 3 left right در ایجا قرار دارم. حالا میگم دو کالم باشه، صفحه با دو بخش تقسیم شد. اوکی میکنیم، خطکش رو میبینیم دو بخش. اگر من یک متن نشته کنم بدون از اینکه انتر کنم دم یک کالم نشته میشه، تا که کالم تکمیل در آخر نشه در کالم دوم نمیه. اگر شما کلیک هم کنین نمیه. پس بخاطر از این مثلا ما یک متن نشته میکنیم به این شکل قرار میدیم. سعی کنین یک کالم تا آخر شد، مثل که در اخبار ها فعلا از این زیادتر استفاده میشه. وقتی کلیه تا اینجا خواندین ادامه ازی در کالم دوم هست. اگر باز ما بخواییم که یک شعر است مثلا نشته میکنیم، مثل که یک مطرحش مثلا به ایجمه و یکیش رو میخواییم در کالم دوم بیست، یک کالیجی من کلک میکنم در ایجا قرار نمیگیرم کرسر. چطور ما میتونیم که عمل در ایجا انجام بدیم؟ بخاطر از این در پیج لیاو ایجا ما داریم insert page and section break، بالاش کلک میکنیم و برش میگیم کالم. بالای کالم مجردی که میکلک کنم در کجا آمد کرسر؟ در کالم دو. اینا رو میدانیم مطلب رو بریجه نشته کنیم، ضرور نیست ما تا آخر مثل یک متن شعر فقط یک فاصله ایجا ایجاد شد. اینا رو انکلک دیگه یک بار عمل انجام میدیم، انتر میکنین، تکس ایجا نشته میکنین، یک کلک میکنین در کالم دوم، یعنی هر دفعه دیگه باز ما کالم بریک برش نمیگیم، فقط یک بار. در غیر آن اگر ما کالم بریک نگوییم باز یک شکل مسلسل با خود میگیره، یعنی تا که کالم آخر نشه در کالم دوم نمیه، او که آخر شد اوتومات در کالم دوم خودش میه. بعد از این مین در قسمت مور کالم امیل اخر میتونین سه کالم لفت اگر بگوییم میتونین برای متن انگلیسی لغت های که مصور وکابلری استفاده میشه، اینجا یک لغت با چندین مانایش، رایت با لغت های دری مشخص نیست، مثال یکی از مثال هایش هست لغت دری با چندین مانایش. حالا ما جا داریم نمبر آف کالم، میخواییم کالم نمبر کالم خودم تعیین کنم، میگم پنج کالم باید از باشن، پنج کالم. این حال مجرد که جای کلک کنم چند کالم فیلن شد، یعنی مطابق ضروریات هم میتونیم کالمشون ست کنیم. رایت و لفت میتونیم کالم از طرف راست به چپ برای متن دری استفاده قرار بدیم. لاین بتوین، حالا اگر من دو کالم بگیرم میگم بین دو کالم چی باشه؟ لاین باشه. اوکی میکنیم، بین دو کالم چی آمد؟ یک لاین قرار آمد. بخواهیم لاین نباشه پس میتونیم که بین در قسمت کالم مور کالم و لاین بتوین رو انچک میکنیم فعلا لاین قرار نمیده، فقط کالم بخش مین ساخت و در اینجا یک فاصله ایجاد شد که بیشترش شما در اخبار میتونین مشاهده کنید. مور کالمز بعد از اینجا ما داریم وید اند اسپیسینگ، حالا در فاصله از یاشتو یا در سایزش تغییرات وارد میکنیم. فعلا ما چند کالم داریم؟ دو کالم داریم. اینجا یک جای فعال است. ایکوال کالم ویدر مجرد که انچه کنیم دو وید، وقتی که دو کالم داریم و یک سپیسینگ داریم، یک فاصله در بینش است. اگر سه کالم رو بگیریم اینجا مجرد که انچه کنیم سه کالم فعال شد، دو سپیس داریم دو سپیس، امیده خمر چیزی اتا شده بره و اینجا میشه کل فعال شد. حالا ما دو کالم ایجا انتخاب میکنم، میتونین که سه کنین اینجا در کالم های نیست سایزش تغییر بده، یک کالم از یاد میسوزن مثلا یک کالم میخواین که دیگهش تغییر بده. اگر ما بیایم میخواییم مثلا در سپیسش فاصله تنها در سپیس بیایم میتونین سپیس از اینجا انتخاب اینجا میدونین امی کالم هم. شما نمیخواین بالای کل داکومنت این خالق فیلم بالای کل داکومنت یعنی یک دو ساعت یک هزار ورق تطبیق میشه، شما میخواین در یکی از یعنی در مجموع نمیخواین در بعض از ورق ها میخواین باز میگین دس پاینت فارورد، در هر صفحه کارسر رو بگذارین عمل از همون صفحه صورت میگیره. دس پاینت فارورد چیزی که در مرجن ما برتان قبلا گفته بودم. ای بود وظیفه کالم. بعد از اینجا ما داریم insert page and section break، اگر ما بالایش کلیک کنیم اینجا اولا داریم page، اینجا ما اگر خواسته باشیم مثلا یک صفحه دیگر را ظاهر بسازیم به این صورت از این استفاده میکنیم page break. ما مثلا یک متن داریم میخواییم صفحه بعدی را ظاهر بسازم، پس میتونیم که در قسمت
انزر بيج اند سيكشن بريك مجرد بولاي بيج كي كليك كنا صفحه دوم برما فعلاً تو صفحه داریم و در صفحه اولش قرار داریم و شارکت شما از طریق کیبورد کنترل انتر است و همچنان ما شما قبلا هم خوانده بودیم در قسمت انزر بلانک پیج و پیج بریک هم از اینجا استفاده میشه و هم جای استانداردش در قسمت پیج بریک قرار داره به خاطر صفحه جدید آوردن و میتونیم از اون استفاده کنیم. پس یعنی وظیفه پیج ای است که یک صفحه جدید براتون ظاهر میسازه. شارکت شما از کیبورد کنترل انتر. کالم گفتیم اگر در صورتی که ما دو کالم داشته باشیم مثلا میاییم دو کالم انتخاب میکنیم حالا تا ای که آخر نشه ما در ای کالم آماده نمیتونیم اگر دبل کلک هم کنیم باز بخاطر از این میاییم در قسمت پیج بریک. در پیج بریک برش میگیم کالم بریک یعنی ای کالم بریک کالم وقف و در کالم بعدی برم جورت کلک کنیم خودش در کجا ما در کالم بعدی صورت طبق ضرورت از میتونیم استفاده کنیم و بعد از این اینجا ما داریم تکست رپنگ. وظیفه تکست رپنگ ای است که من مثلا میخوایم عمل شکل قرار بودم میخوایم در بالای از اینجا یک لاین قرار بگیریم میخواییم اینجا جای یک لاین ایجاد کنیم. مثال در یک قسمت یک لاین فراموش شده باز این صورت میتونیم که از قسمت پیج بریک برش میگیم تکست رپینگ جای یک لاین دیگه چی شد؟ ایجاد شد که قبلا به شکل بود و حالا به شکل قرار کنیم. در بعض تکست میتونیم از این استفاده کنیم در صورتی که فراموش مو شدن. بعد از این اینجا داریم سیکشن بریکس. حالا میخواییم یک سیکشن جدید یعنی یک بخش دیگر ما در داکومنت خود ایجاد کنیم. وظیفه سیکشن هم ای است که ما اگر خواسته باشیم مثلا مثل که در هیدر اند فوتر براتون مثال دارم در پنج صفحه میخواییم حروف باشن بعد از پنج صفحه چطور کنیم که اعداد بره مثلا میتونیم پنج صفحه یک سیکشن میگیریم بعد از پنج صفحه سیکشن دوم ایجاد کنیم. اینوال پس ما شما میاییم فعلا مثلا ما یکی از مثالای شیره میتونم دیگه هر موضوع رو بخواید با میشه که جداگانه صورت بگیره سکشن استفاده میکنید. حال فعلا ما یه وقت قرار میتونم اینجا فعلا اینجا میگم ایدر ایدت بعد از اون فرمت پیج نمبر حال میخواییم که الفبا باشه یا ای بی سی باشه اوکی میگیم بعد از اون در تاپ یک پیج نمبر درج میکنیم سعی کنیم فعلا در صفحه اول ایس صفحه دوم ما درج کنیم کنترل انتر بی سی دی یعنی به این شکل این حال این خیدام آور پیش میره در داکومنت تان یک هزار صفحه باشه پیش میره حال میخواییم بعد از این شماره به بازده ای صورت در پیج لی اوت ما بخواییم که عمل انجام بتان بخشش جدا میسازیم یک سکشن دیگه درج میکنیم مجرد که کلک کنم حال سکشن بعدی در اینجا صورت گرفت. اینجا ما شما وقتی که بیاییم انزر ایدت هیده فعلا ما در سکشن دوم قرار داریم و اینجا هست سکشن اول یعنی چند صفحه که ما یعنی سه صفحه مربوط سکشن اول میشه صفحه چهارم مربوط سکشن دوم میشه یعنی قبل از این سکشن اول است و بعد از این سکشن دوم اینا میخواییم که نیم نمبر نباشه همین حروف یا میخواییم نمبر باشن در این صورت اینال بیاییم در اینجا برش بگو امیر فارمت شد تبدیل میکنیم میگیم باشن یک دو سه مثلا باشن و بعد هم برش میگیم اوکی چی شروع شد؟ یک دو سه حال ما میبینیم در بالا چی هستن حروف سی و در سکشن دو از چند شروع شد؟ اگر بخوایم از یک شروع شد چون از این که چهار بختر شروع شد که سه صفحه قبلی ما از ای بی سی آمد برای ردیف از زیر چهار گرفت اگر اثر شروع شد میتونیم که بیاین در اینجا در فرمت پیج نمبر میگیم استار ات وان اوکی میکنیم از چند شروع شد همون در سکشن دو اینال وقته که
در سکشن اول موش مو بیاییم سی سا مثلا به می شکل در سکشن اول چیز که هست بی سا یا تغییرات های دیگه یکی از مثال براتون گفتم اینالا در سی وقتی که در سکشن اول کنترول انتر کنم دی آمد مربوط به سکشن اول میشه اگر در سکشن دوم انتر کنم یک صفحه جدید بیارم کمی کنترول انتر کنم شماره دو قرار دارم یعنی می دخوا مثلا ما یک متن دیزاین میکنیم مثل که ما قبلا خوانده بودیم قسمت پیج باردار مثلا ما شما میگیم در قسمت پیج باردار باردارن شده دیزاین ها مثلا نمیرخم مثلا یا موضوعات که نمیرخم شما بخواهیم جداگانه صورت بگیره دیگه نال موضوعات بیشتر هستن من میخوام یک پیج نمبر یک پیج باردار بتون بینی شکل صفحه اول هست صفحه دوم صفحه سوم و میشکل یک سکشن هستن اینال پس من میخوایم بعد از این دیزاین فرمتش تغییر بکنم باز در این صورت میتونیم در صفحه آخر برش بگو انزر نیکست پیج یعنی سکشن برکست یعنی کلک کنم سکشن دوم اینجا صورت بگو در این سکشن دوم کارسر رو میگذاریم که آخر پیج ماست بعد از اون میاییم در قسمت پیج باردار باردار هم شده ایم پیج باردار حالا میگم باشد بینی دیزاین میگه آید بالای تمام دوکومنت میگم نه دس سیکشن بمی سیکشن که کلک کردیم یعنی کارسر گذاشتیم مجردت که اوکی کنم قبل از این بعد از این اگر محول دوکومنت ها میگیرم واس کلاشی سیکشن اول با یک دیزاین سیکشن دوم نال کنترول انتر کنم با دگه دیزاین براتان زایر شد نال وقت پرم پروویام کنیم میتونیم از این قسمت سلامی معنی پیج انتخاب میکنیم به این شکل سه صفحه ما مربوط یک سیکشن دو صفحه ما مربوطه دیگه سکشن خراب کرده یعنی بسیار موضوعات مهم است در این کتاب هم که استفاده شده است صفحه مقدمه که هست مثلا از الفبا استفاده شده اما ایدر و افترش باز بعد از او شماره از این سکشن هست و می شکل این موضوعات بیشتر را داره بخواین اگر ادامه وار یک چیزی که مثلا ادامه می داشته باشن می خواین ادامه نداشته باشن از این میتونین استفاده کنین یا مثلا 50 صفحه تان یک سایز باشه یک حاشیه باشه حاشیه‌اش یک اینچ بعد از 50 صفحه 50 صفحه دیگه ما حاشیه صفحه‌اش دو باشه 50 صفحه را در یک سکشن میگیرین بعد از اون 50 صفحه در ختم صفحه 50 51 میشه سکشن دوم میگیرین اگر حاشیه صفحه‌اش دو بسازین بالای سکشن اول تغییرات وارد نمیشه اما باز قسمت اپلای تو باز میگی برش دس سکشن هر عمل را که انجام میدین در مو سکشن کارسر میگذارین تنها بالای زمون تطبیق میشه حالا اگر ما بیایم در قسمت پیج ستاپ اینجا اپلای تو داریم اینجا باز نال سکشن هم اگر بگویم هول داکومنت بالای تمام رش دس هول داکومنت دس پوینت فارورد از اون صفحه که کارسر میگذاریم دس سکشن در مو سکشن که اگر 1000 صفحه باشه در سکشن عمل تنها بالای زمون سکشن تطبیق میشه یعنی سکشن بسیار یکی از موضوعات اساس و عمده از کاربردش یعنی بیشتر است و بعد از این در قسمت پیج لی اوت سکشن اینجا ما کانتینیوز داریم ما میخواهیم که فعلا اینجا در ادامه از این لاین نشته است کارسر در ادامه لاین از این قسمت میخواهیم سرخط بیاییم میتونیم در این قسمت بیاییم در پیج بریک برش میگیم کانتینیوز در کجا آمد سرخط در این شارکتش از کیبورد انتر است تا براتون کارسر در سرخط قرار میدونم و بعد از این میایم در این قسمت و اینجا داریم ایونت پیج مستقیما براتون صفحه یعنی یک صفحه جفت ایجاد میکنه براتون مجرد یک بالا سگی جان براتون گفته تنها صفحه جفت تنها صفحه طاقه براتون درج میکنه یعنی به خاطر از اینکه اگر داکومنت ما بیشتر صفحه داشته باشه ما یک متن میخوایم در صفحه جفت و طاق ماین بسازیم باز ازش استفاده میکنیم مجرد که این بگیم ایونت پیج مثلا ما اینجا اولا یک پیج نمبر میتونیم که وادیش رو برمان فعلا سکنین در صفحه اول هستیم اگر مجرد که ما بیاییم در قسمت پیج بریک این بگویم کانتینیو صفحه شما کانتینیو فکر کنم گفتم اگر اینجا بگویم ایونت پیج که می کلک کنم صفحه چی را درش کرد؟ صفحه جفت هم مستقیم هم درش کرد اگر ما بیاییم در قسمت پیج بریک آد پیج اگر برش بگویم اینجا برتان علامه هم داره تنها صفحه تاق هم میتونه برتان درج کنم مجرد که میکلک کنم صفحه تاق چند هستن
صافي سين باي شكل میتونه براتون فرق ظاهر بسازه. و یه هم بود وظیفه پیج ستاپ کمک شما تا این قسمت مورد مطالعه تا قسمت پیج برای که قرار دادیم. موضوعاتی که بیشتر از ایستا انشاءالله در درسای بعدی مورد مطالعه قرار میدیم و درس ما میجن به پایان میرسیم.